شجرنامه سادات نقوی شهر امروحه هند تکمیل و در حضور جمع زیادی از علما و اندیشمندان رونمایی شد. شجره سادات نقوی 600 متر طول و 1 متر عرض دارد که به همت گروهی از محققان تنظیم و ترتیب داده شده و جمعی از خطاطان و هنرمندان هندی آن را بر روی پوست، خوشنویسی و با استفاده از تذهیب و نگاره‌های گل زیبایی و ارزش آن را دوچندان کردند. شهر امروحه یکی از قدیمی‌ترین مناطق سادات نشین هند است که در ایالت اتار پرادش بیش از 200,000 نفر جمعیت دارد و در 170 کیلومتری پایتخت هند است و حدود 70% از جمعیت این منطقه مسلمان هستند. در این شجره اسامی بیش از 50,000 نفر از سادات این شهر نگاشته شده که مورث اعلی سادات نقوی حضرت حسین شرف الدین ملقب به شاه ولایت است که بیش از 600 سال پیش از منطقه واسط عراق از مسیر ایران وارد منطقه در هندوستان به نام عزیزپور شد که امروز نام این شهر امروحه است. در این مراسم علاوه بر حجت الاسلام سید سیادت نقوی امام جمعه امروحه، چندین نفر از ائمه جمعه دیگر شهرها و جمع بسیاری از سادات نقوی منطقه حضور داشتند. در همین راستا گفتگویی دارم با دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از پاکستان. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر، امیدوارم حال شما خوب باشه. ممنونم. سلامت باشی. ممنونم. هدف از آماده کردن این شجره نامه و برگزاری مراسمی در این سطح چه بوده آقای دکتر؟ عرض کنم خدمتتون که اولا باید عرض بکنم این همونطوری که فرمودید شهر امروحه یکی از شهرهای خیلی مهم هست از لحاظ اینکه از یعنی قبل از خود آقای شاه ولایت میر حسین شرف الدین سادات اونجا بودن، بیشتر سادات زیدی بودن که بعد ایشون وارد میشن و ایشون به خاطر اون شخصیت والایی که داشتن و صاحب کراماتی که زیادی که هستن یک شخصیتی شدن و خاندانشون هنوز باقی هست و در تمام جهان یکی از منسجمترین گروه سادات رو میشه اینا را سادات امروحه رو حساب کرد که در همه جا هر جا اینا با همدیگه در ارتباط هستن و دقیق تمام شجره رو از زمان شاه ولایت تا الان همه رو ثبت شده دارن و ثبت می کنن. و در میان سادات خب این چیز حالا نمیشه گفت نایاب ولی نادر هست. بله. تعداد شیعیان هند را چقدر تخمین می زنید و اینکه سادات آنها بیشتر به کدام امام برمی گردند؟ ببینید تعداد شیعیان هند خب حالا دقیق که مشخص نیست به خاطر سرشماری دقیقی که نشده، ولی بین 30 تا 50 میلیون گفته میشه سادات شیعیان هند رو. ولی خب باید در نظر داشته باشید سادات هند لزوما همه شیعه نیستن. تو همین شهر امروحه این شجرنامه که تدوین شده سادات شیعه هم هستن، سادات اهل سنت هم هستن و خب اینا در تمام بین سادات رایج این قضیه هست، مثلا بعضی از خاندان ها سنی. آقای دکتر آیا بفرمایید اکثر سادات هند یا بیشتر نقوی هستن، یعنی از نسل امام هادی علیه السلام هستن و زیدی هستن که از نسل حضرت زید شهید هستن. ما بقیه سادات هم داریم، یعنی سادات تقوی رضوی، ولی خب بیشترشون از این دو تایف یعنی دو خاندان هست. بله. آیا کتب زیادی درباره سادات هند وجود داره و آیا اطلاعاتی وجود داره که در چه سالهایی و به چه دلیلی از حجاز به هند مهاجرت کردن؟ بله، در مورد سادات هند خب برحالتون سادات همیشه نسبت به تشخص خودشون حساس بودن از زمانی که اومدن و خب شجره نامه نویسی هم رواج داشت، ولی خب اخیراً یه مقدار بیشتر رواج پیدا کرده. در این زمینه کتاب های زیادی نوشته شده، شاید در انصاب شاید بشه گفت تو هند بیشترین کتاب ها در هند نوشته شده، چون به هر حال اینا همیشه در صدر این بودن که خودشون رو از اون جامعه هندو و هندی جدا بکنن. خب خیلی کار شده و خیلی از در تواریخ و اینا هم ذکر شده، حتی الان همین اینکه از چیزهایی که هست مثلا ابن بطوطه هم به این شاه ولایت اشاره کرد، ایمانشون بوده در سفری که به امروحه داشت.
همین در تواریخ هم زیاد تذکره سادات و بزرگان هست و دلایل هجرت هم بیان شده. بیشتر یعنی از قرن سوم چهارم هجرت مستمر داشتن سادات تا همین قرن ده و یازده ما داریم که بزرگانی از حجاز، از ایران، از افغانستان، یعنی افغانستان فعلی به هند هجرت کرده باشن. ممنونم. سید محمد نقوی از پاکستان با ما بودند.